ببینیم راه های انتقال مفاهیم انقلاب به نسل جدید کدوم ها هستند. اول از همه باید ببینیم مفاهیم انقلاب چی هستند. بله. یه پیامی حضرت امام دارن چند ماه قبل از رحلت در دیماه 1367 خطاب به رئیس وقت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، امام اونجا اظهار نگرانی میکنن، میگن که من میترسم که انقلاب تحریف بشه، به نسل بعدی درست منتقل نشه مفاهیمش. بعد از این اظهار نگرانی امام دو تا نکته رو میفرمایند. یه نکته بحث روش‌شناسیه، میگن که اگر میخواهید انقلاب رو بشناسید، انقلاب نباید منحصر بشود در خاطرات نخبگان. مثلا آیت الله فلان اینو گفت، نمیدونم دکتر بهمانی اینو گفت، مهندس فلانی اینو گفت. صرفا نباید یک سری چهره ها و یک سری از نخبگان به اصطلاح بیایند و تاریخ انقلاب رو روایت کنند. اونجا امام تأکید میکنند شما برای اینکه تاریخ انقلاب درست ثبت بشود و منتقل بشود، به سراغ توده های پابرهنه بروید، به سراغ مردم کوچه و بازار بروید، اونهایی که بار اصلی انقلاب روی دوش اینها بود و اینها با ببینیدان اومدنشون تونستن این تحول عظیم تاریخی رو ایجاد بکنن. بحث دومی که حضرت امام مطرح میکنن بحث مفهومی هست، چون فرمودید که مفاهیم انقلاب چگونه منتقل بشه، و اول ببینیم مفهوم انقلاب چیه. بهترین منبع برای شناخت انقلاب اسلامی و مفاهیمش خود حضرت امام هست که بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر نهضت. امام اونجا میفرمایند که اینو توی اینترنت هم دوستان میتونن عین پیامو ببینن، توی صحیفه امام جلد 21 هست، دیماه 67. اونجا امام میفرمایند شما باید نشان دهید که مردم ما در انقلاب بر علیه دو چیز قیام کردند. جای تأسفه که ما الان اگر نمیدونم میکروفون و خبرنگار شما برداره بره مثلا از بعضی از مثلا جوانان نسل جدید سوال کنه که از نظر امام مردم بر علیه چی قیام کردن و انقلاب اسلامی علیه چه چیزهایی بود، بعید میدونم کسی این دو کلمه‌ای که امام گفته رو کامل بگه. امام میفرمان شما باید نشان دهید که مردم ما در انقلاب اسلامی بر علیه دو چیز، یکی ظلم و بیداد و دیگری تهجر و واپسگرایی قیام کردند و فکر اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را جایگزین اسلام سلطنتی، اسلام سرمایه‌داری، اسلام التقاطی و در یک کلمه اسلام آمریکایی کردند. یعنی از منظر حضرت امام به عنوان رهبر نهضت اسلامی ایران و بنیانگذار جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی نبرد دو تا اسلام با همه، جایگزینی دو تا اسلام به جای همه، یکی اسلام ناب و دیگری اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی هم صورت‌های مختلفی داره، صورت التقاطی داره، صورت سلطنتی داره، صورت سرمایه‌داری داره. به تعبیر استاد محمد رضا حکیمی، بعضیا سرمایه‌داری به اضافه 17 حرکت رو اسمشو میذارن اسلام، بعضی‌ها با یک سری اندیشه‌های التقاطی سعی می‌کنن یک سری چیزای کمونیستی و سوسیالیستی و اینها رو قاطی کنن با بعضی از آیات روایت، اینو تبدیلش کنن اسمشو بذارن اسلام. بعضی‌ها در همون زمان حضرت امام بودن، میگفتن آقا چرا با شاه شیعه در افتادید؟ خیلی از متهجرین در مقابل امام بودن و طرف شاه بودن، اسلام سلطنتی داشتن. امام می‌فرماید که اسلام ناب در برابر همه اینهاست با دو شاخصه، یکی مقابله با ظلم و دیگری مقابله با تهجر، که در مورد این مفاهیم کمتر صحبت شده. اگه اجازه بدید من دو سه جمله راجع به مفهوم تهجر به خصوص بگم، حالا راجع به ظلم یه مقدار کار آسان‌تره و مصادیقش روشن‌تره. این که امام این همه به تهجر حمله می‌کنن و به متهجرین حمله می‌کنن، دلیلش چی هست؟ تو همون سال آخر عمر شریف حضرت امام، که به نظر من برابری می‌کنه با کل عمر شریف حضرت امام، از پیام قطعنامه به بعد که شما نگاه بکنید، چون سال آخر میدونید حضرت امام اصلا سخنرانی دیگه نکردن، به غیر از پیام نوروزی 3-4 دقیقه‌ای پیام دیگه ای نداشتن به صورت شفاهی، همش در حال نوشتن بودن. 10-15 تا پیام استراتژیک از امام در اون سال به یادگار مونده، یک خلاصه و یک فشرده ای از اندیشه و شخصیت و تجربه و معارف حضرت امام در اون یک سال برای ما به یادگار گذاشته شد. در اونجا بارها و بارها امام به متهجرین حمله میکنن، به تهجر حمله میکنن. امام خیلی انسان مبادی آدابی بودن، ولی راجع متهجرین که حرف میزنن میگن متهجرین احمق بیشعور، متهجرین این مارهای خوشخط و خال. امام حتی عرضم به حضورتون که خیلی دعوشون این نبود که از کسی اسم بیارن،
ولی در اون سال آخر شما میبینید 2-3 مرتبه از تعبیر حجتیه ای ها استفاده میکنن و اونها رو جزء به اصطلاح جناح متحجر و ضد انقلاب نامی میبرن و در یک نامه‌ای که به یکی از شاگردان بزرگوارشون مینویسن میگن مواظب باشید حجتیه ای ها بساط انقلاب رو جمع نکنن. یعنی اینقدر امام برای خط تهجر هم قدرت قائله و هم کینه از انقلاب قائله. اینها همه هشدارهایی که امام در سال آخر میده، اینها باید راجبش صحبت بشه که تهجر چی است. آیا تهجر به معنای تعبد است؟ آیا به معنای تقید به مثلا مستحبات و واجبات است؟ اینگونه نیست، چون اگر اینگونه باشد که خود امام اول متهجره. امام شما میدونید در تقید به شر کوچکترین رو در وایسی نداشت. امام خودش یک مرجع تقلید بود، یک فقیه بود. از جوانی آنهایی که از نزدیک امام رو میشناسن میگوین نماز شبش ترک نمیشد. در تعبد و تشرع هیچ کس نمیتواند کوچکترین خدشه ای در رفتار امام و در اندیشه امام به اصطلاح وارد کند. پس این تهجری که امام ازش حرف میزنه چی؟ امام در یک پیام دیگه در همون سال که آخرین پیام مفصل ایشون هست در اسفند ماه سال 1367 منتشر شده، خطاب به روحانیت است و بسیار پیام استراتژیک و مهمی هست. اونجا تهجر رو تعریف میکنن، میفرمایند تهجر یعنی فروکاستن دین در احکام عبادی و فردی و اخلاقی و فرار کردن از مسئولیت های اجتماعی و جهانی. اسلام ناب که امام پرچم دارش بود و ما برای او شهید دادیم، ده ها هزار نفر از بهترین فرزندان این ملت برای این اسلام، برای این قرائت از دین به شهادت رسیدند، اسلامی است که عبادت او با عدالت همراهه، معنویت او با مسئولیت در عمیق‌ترین شکلش همراهه. دقیقا همون اسلام اهل بیت علیه السلام، اسلام علی علیه السلام، اسلام فاطمه سلام الله علیها، اسلام حسنین علیه السلام، همون اسلامی که قرآن معرفی میکنه. ببینید، و پرچمدار این اسلام ولایته. ولایت در قرآن چیه؟ ولایت میفرماید که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این آیه رو همه شنیدیم. مرحوم شهریار شعرش هم گفته که موقع رکوع نماز امیرالمؤمنین بود که انگشترش رو در آورد و کمک کرد به اون آدم محتاج درمانده. و آیه نازل شد که خداوند این تفکر دینی را حاکم قرار داد. حاکمیت در جامعه دینی باید از آن این تفکر دینی باشه. چه تفکر دینی؟ تفکر دینی که عبادتش رو و نمازش رو بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت اجتماعی نمی‌کنه. شاید من اگه تو مسجد بودم وقتی می‌دیدم اون آدم سائل بالا شد، به نظرم میرسه که بهترین کار اینه که بلند شم بگم الله اکبر، من که دارم نماز میخونم، برو سراغ بقیه. یعنی دین رو یه بهانه‌ای می‌کردم، یه سپری می‌کردم برای اینکه مسئولیت اجتماعی ما انجام ندم. ولی امیرالمؤمنین فرق می‌کنه دینش با ما. امیرالمؤمنین در اوج نمازشون و نمازهایی که اونها می‌خوندن، اون در عرش بودن، در اوج نماز و معنویت و عبادتش از مسئولیت اجتماعیش غافل نیست. همین ماجرا رو شما در قصه انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا می‌بینید. یعنی حضرت فاطمه سلام الله علیها، تصویری که قرآن از این حضرت و خانواده اهل بیت به اصطلاح ارائه میکنه اینه که مسکین و یتیم و اسیر 3 روز پشت سر هم آمدن و اینها همون افطاری ساده ای رو که داشتن، علارغم اینکه از صبح تا شب روزه گرفته بودن، حسن و حسین 7-8 ساله روزه گرفته بودن، امام علی و حضرت فاطمه سلام الله علیهما، و اینها گفتن ما چگونه سیر باشیم و یک نفر در خیابان گرسنه باشد. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از خدا میترسیم، وحشت داریم از روز قیامت اگر فاطمه و حسن و حسین و علی علیهم السلام سیر باشند و یک نفر در خیابان گرسنه باشد. این اسلام اهل بیت است، این تشیع واقعی است. بله، در کنارش هم یه سری تشیعهای قلابی داریم. در همین مشهد کسانی رو داریم در کاخ ها زندگی میکنن، مثل معاویه زندگی میکنن و همه رو به بی‌ولایتی متهم میکنن و به همه میگن شما ولایت ندارید، نمیدونم، به خصوص به انقلابی ها اونها رو متهم میکنن که شما محبتتون به خاندان اهل بیت کمتر است و اینها. انقلاب اسلامی آمده است که با صور مختلف اسلام آمریکایی مقابله کند. امام پرچمدار اسلام واقعی، اسلام اهل بیت، در برابر انواع اقسام اسلام های قلابی است، از داعشی و وهابی تا عرضم به حضور شما که تشیع انگلیسی. اینها مرزبندی هایی که اسلام ناب، اسلام انقلاب اسلامی با اسلام های قلابی رایج در فضای ایران و جهان داره.